در دولت پزشکیان بودجه سال 404 بر فروش نفت، افزایش بودجه نظامی و ناترازی‌های اقتصادی متمرکز شده. با روی کار اومدن ترامپ و تحریم‌های احتمالی، فروش نفت ایران در حاله ای از ابهام هستش. این شرایط همراه با تخصیص ناعادلانه منابع، آیا این وضعیت به ناآرامی‌های اجتماعی و بحران‌های داخلی دامن نمی‌زنه؟ برای پاسخگویی به این سوالات همراه هستیم با آقای حسین پارسا. با سلام به شما و خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم ایران آزادی، در خدمتم. خواهش میکنم آقای پارسا، به من سوال اول می‌خواستم از شما پرسیدم که به نظر شما دولت پزشکیان در بودجه سال 404 که روی فروش نفت حساب باز کرده، حالا که دولت ترامپ روی کار اومده بر اساس تجربه دور اول ریاست جمهوریش در فروش نفت، خب محدودیت‌های ایجاد خواهد کرد. ارزیابی شما می‌خواستم بپرسم از فروش نفت در شرایط جدید چطور خواهد بود، فکر می‌کنید؟ بله، همونطور که خودتون اشاره کردید، الان پیش برآورد دولت پزشکیان سر بودجه بخش زیادیش بر اساس فروش نفت، اونم نفتی که حساب شده با هر بشکه 63 دلار به فروش بره و همچنین این فرض شده که روزانه بتونن 4,440,000 بشکه نفت خامو میانات نفتی تولید بکنن. البته همه میدونیم توان چنین تولیدی الان وجود نداره. از اون طرف هم اگه شما در نظر بگیرید 1,700,000 بشکه رو روزانه برای مصرف داخلی در نظر بگیرم و بقیه برای صادرات باشه، یعنی حدود 2,700,000 بشکه میشه نفت خام بخوان صادر بکنن، این رقم 1.5 برابر صادرات فعلی هستش، یعنی زمانی که الان بایدن سر کاره و هیچ مانعی برای صادرات نفت الان وجود نداره. رژیم میتونه تو بازار این میزان نفت رو بفروشه، ولی شما میدونید که بازار یک رقابت خاصی وجود داره و الانم با توجه به تنشایی که تو منطقه ایجاد شده و یا تحریم هایی که پی در پی الان داره اضافه میشه و ضرباتی که به اقتصاد رژیم و تجارت خارجیش وارد میشه، همچین وضعیتی رو همچین میزان صدور نفتی رو به رژیم اجازه نمیده. همونطور که تو سوالتون هم بود، الان شما دقت کنید، خب با اومدن ترامپ با تجربه دور اول ریاست جمهوریش احتمال این هستش که مانع فروش نفت بشه و در واقع تحریم های نفتی هرچی سفت‌تر بشه سخت‌تر بشه و اساسا این موضوع به اصطلاح بودجه نفتی رو با یه بحران شدید روبرو میکنه و ناچار میکنه این رژیم به طرف اقتصاد به اصطلاح ریاضت اقتصادی وحشتناکی کشیده بشه، که این مسئله خب پیامدهای تند اجتماعی علیه رژیم رو در بر داره و هرچی بیشتر وضعیت به اصطلاح بحرانی تر میشه. چون شما اگه دقت کنین، خب بیشترین فروش نفت به چینی هاست، با 6-7 دلار به اصطلاح ارزان فروشی رژیم این نفت رو به چین میفروشه. چین خودش هم از طرفی چندین میلیارد دلار الان سرمایه گذاری تو بازار بورس نیویورک داره و این وضعیت اجازه نمیده که به اصطلاح بیاد تحریم های آمریکا رو بشکنه و با این وضعیت شما میدونید که خیلی وضعیت به اصطلاح چالش انگیزی برای رژیم ایجاد میشه. تو این رابطه یکی از روزنامه‌های رژیم جهان صنعت یک نکته‌ای را سر اومدن ترامپ نوشته که بهتره به اونم یه اشاره بکنم. میگه که مهمترین تحریم اتفاق افتاده در دوره پیشین ریاست جمهوری ترامپ برای ایران جلوگیری از صادرات نفت خام و مهمترین کار دولت بایدن آسانگیری در صادرات نفت بود. میگه اگه ترامپ بخواد سیاست پیشین رو درباره صادرات نفت دنبال بکنه، روزگار سخت‌تر خواهد شد. اقتصاد ایران گره‌های ریزی درشت داره که با خوشخیالی و نادیده گرفتن واقعیت‌های سخت باز نمیشه. اقتصاد را باید جدی بگیریم. یعنی شما نگاه کنید،
با این شرایطی که در پیشه حساب باز کردن و شما روی رشد به اصطلاح قابل توجه صادرات نفت هیچ تناسبی با این وضعیت فعلی و این شرایطی که با اومدن ترامپ داره تو شرایط اقتصادی ایجاد میشه وجود نداره و نمیشه با این وضعیت پیش رفت. بله، آیا پارسال تا جایی که من یادم میاد خب بودجه رژیم همیشه و هر سال با چالش‌های روبرو بوده و جنجال‌هایی داشتن، اما کارشناسان حکومتی این بار گفتن که بودجه 404 رو چالشی ترین بودجه تاریخ اقتصاد ایران به سلام میدونن. بخواستم بپرسم که منظورشون چی هستشی و فکر میکنید که برای چی این حرف رو زدن و توضیح بیشتر از شما بشنمیم. و این البته دولت پزشکان اولش اومد گفت که این بودجه انبساطیه، ولی شما نگاه کنید این بودجه فقط برای نیروهای مسلح و سرکوبگر رژیم انبساطی بوده که الان اومدن بودجهشون رو 3-4 برابر افزایش دادن. در مقابل شما نگاه کنید دستمزد بگیران ایران الان با 40% تورم دولتی مواجهن، در حالی که این تورم تو دنیای واقعیت بعضا بالای 70%. فقط برای اونا 20% افزایش حقوق در نظر گرفته شده. عملا زندگی اونا دچار یک بحرانه و این بودجه در واقع یک بودجه انقباضی است برای اونا. از طرفی خود بودجه 1/4 کسری بودجه اعلام شده. نفتم که گفتم با این چالش ها مواجهه، با این تحریم و اینا مواجهه. پس دولت باید بیاد چیکار کنه؟ به مالیات ها تکیه کنه و این هم باعث میشه که با مردم در بیفته. شما تا همینجا دولت 100 روزه پزشکیان نگاه کنید، هر دولت تو 100 روز اولش میاد اون چیزهایی که وعده داده عملی میکنه و سیاست های کلشو به مردم نشون میده، ولی پزشکیان تو همین 100 روز شما نگاه کنید نون رو گرون کرده، آب، گاز، بنزین دچار این وضعیته، همه اقلام گرون شدن. شما همین نگاه کنید دیروز اعلام کرده از همین امروز میاد جدول قطع برق اجرا میکنه که این اصلی ترین نیاز مردمه. این وضعیت مسلمه که نتیجهش یک شورشه، یا باید این دولت سقوط کنه یا سرکوب بکنه، چون کار دیگه ای نمیتونه کنه. صندوق توسعه ملیش که توان پر کردن کمبود بودجه نداره، فروش اوراق قرضه چاپ اسکناس هم که مشکل مضاعفه. پس به این در یک کلام میگن چالش، یعنی این بودجه با یه چالش جدی مواجه. در همین رابطه میتونم یه نشریات حکومتی هم یه اشاره بکنم. شما نگاه کنید یکی از نشریات حکومتی به اسم جهان صنعت تو 7 آبان مینویسه چالشی ترین بودجه تاریخ اقتصاد ایران، یعنی تیترش با همین شروع میشه. میگه که اقتصاد ایران با انباشی از ناترازی ها روبروست که اکنون همگی به مرحله بحران رسیده است. ادامه این روند بدون اصلاحات غیر ممکن است، اما از سوی دیگر دست زدن به هر اصلاحات اقتصادی کشور را با چالش های اجتماعی و سیاسی، البته باید گفت که انفجار اجتماعی و قیام روبرو میکنه. یعنی در نتیجه رژیم با یه پارادوکس خیلی دردناک روبرو، نه راه پیش داره نه راه پس. همینطور یکی از این نماینده های مجلس آخوندی به اسم حسین سمسامی این اشاره میکنه، میگه اگر میخواهید سر بودجه، میگه اگر میخواهید نارضایتی مردم بیشتر بشه به لایحه 404 رأی بدهید. طراحان جنگ اقتصادی به واسطه تضعیف پول ملی دارن سفره مردم رو از بین میبرن و میخواهن آشوب ایجاد کنن و مردم رو بکشن توی خیابون، و بودجه باعث میشه که مردم در مقابل دولت و سیاست های اقتصادیش قرار بگیره و خودش این زمینه های نارامی رو تو جامعه ایجاد میکنه. این هم خود اندرونی های نظام که این وضعیت چالشی را دارن اشاره میکنن. بله، آیا پارسا پزشکیان وقتی لایه بودجه رو به مجلس ارائه میداد گفتش که در ارقام بودجه اطمینان حاصل شده که به اصطلاح تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت های اصلی دولت باشه. بگنید از ارزیابی شما از اینکه گفته اولویت قرار دادن بودجه برای تقویت بنیه دفاعی چی هستش؟ و این حرفی که اشاره کردیم پزشکیان گفته اصلا ارزیابی نیاز نداره، خیلی رک افزایش بودجه نظامی رو گفته. بودجه نیروهای مسلح میخوان
سه برابرش کنن، بعدن گفتن میخوان چهار برابرش کنن. یعنی دقیقاً اینا اومدن اولویت اولو به نیروهای سرکوبگر دادن. نیروهای نیابتیشون هم که الان میبینید داره از نفس افتاده، داره با همین پول و بودجه مردم سرپاس و تو منطقه داره جنگ پیش میبره. یعنی این جمله که از پزشکیان گفتین دقیقاً و رک اشاره کرده به تقویت بنیه دفاعی، اصلا نیاز به تحلیل نیست. یا شما نگاه کنید بعد از همین حرف پزشکیان، خود مهاجرانی این سخنگوی دولت اومد یک نکته را اشاره کرد، گفتش که همه اهتمام بر این بوده که نیازمندی های دفاعی کشور برطرف شود، لذا افزایش قابل توجه بالغ بر 200% رو ما در بودجه نظامی کشور شاهد بودیم. این چیزی بود که اومد توی تلویزیون رژیم تو 8 آبان گفت. یعنی میخوام بگم که همین افزایش بودجه نظامی رو شما بذارید در کنار افزایش 20% حقوق کارگرا، کارمندا، و نرخ تورم بالای 40% که در خیلی از جاها به اصطلاح این نرخ دو برابر هستش، میتونید وضعیت رو حدس بزنید که در چه وضعیت قرار داره. یعنی بودجه رو به چه روند به اصطلاح چه سمت و سوی تنظیم شده. تو همین رابطه یکی از روزنامه‌های حکومتی اعتماد خیلی واضح این مسئله رو که بودجه چجوری تخصیص داده شده داره توضیح میده. میگه که معادل 510 هزار میلیارد تومان تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و 126 هزار میلیارد تومان تحویل نفت خام به سایر دستگاه های اجرایی که دارای مجوز هستند در بودجه پیش بینی شده. یعنی خیلی رسمی میاد میگه چیه؟ ما اومدیم نفت خام دادیم اینا هر جوری میخوان بفروشن و پولش تو جیبشون بزنن. البته این یکی از ابداعات این فاشیسم ولایت فقیه هستش، ما تا حالا تو هیچ کشوری ندیم این کارو بکنن. یعنی پزشکیان اومده سه برابر دولت رئیسی این تخصیص نفت و افزایش داده و این به اصطلاح کار کرده یک حکومت دیکتاتوری نظامی هستش که با مواد خام میخواد چیه؟ نیروهای مسلحش رو تغذیه بکنه و اونا خودشون با هر وضعیتی خواستن به فروش برسونن. این مسئله تا اونجا پیش رفت که خود اندرونی‌های نظام هم صداشون در اومده. تاجگردون این رئیس کمیسیون مثلا مجلس آخوندی میاد تو این رابطه اشاره میکنه، میگه که چرا با نیروهای مسلح این گونه رفتار میکنیم که مسئول فروش بنزین بشوند، مسئول خرید بنزین بشوند، مسئول فروش بنزین الی آخر. اینو تو 8 آبان تو مجلس گفته. یعنی کلن مشخص علت چیه؟ چون پاسدارا فقط پاسدارای موضوعی هستن که با پول کار میکنن، یا عملیات های تروریستی که تو خارج دنبال میشه فقط به منابع مالی نیاز داره و منابع مالی که اصلا قابل ردیابی نباشه، و این کلن سیاست بودجه این حکومت هستش. بله آیا پارسا، با عنوان سال آخر میخواستم از شما بپرسم که با توجه به وضعیت ناترازی بودجه، آیا راه حل اقتصادی هم وجود داره به نظر شما؟ وضعیت در جامعه فکر میکنید به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ این سوالی که میکنید راه حل اقتصادی مال یک کشوریه که بحران اقتصادی داشته باشه، مثلا تو اون کشور نفت کم و زیاد حساب شده باشه یا دخل خرج کم و زیاد حساب شده باشه، بعد میگن که شما برای خروج از این بحران بیایید یک راه حلی را در نظر بگیرید، مثلا بودجه فلان جنگ و مثلا فلان بودجه رو حذف کنید یا به اصطلاح هزینه دستمزد رو کم زیاد کنید. ولی کلن اینجا تو بودجه شما نگاه کنید اولویت های مشخص شده در رابطه با جنگ، مشکل در نتیجه مشکل قبل از اینکه یک مشکل اقتصادی باشه یک مشکل سیاسی هستش. یعنی متمرکز شده رو این موضوع که سیاست های به اصطلاح حکومتی سیاست جنگ، صدور بحران، سیاست اتمی یا صدور به اصطلاح موشک ها به نیروهای سرکوبگره. پس این سیاست راه حل اقتصادی نداره.
چون اولویت‌های سیاسی این بودجه را تعیین می‌کنه، در واقع بود نبود رژیم هستش که این بودجه رو ترسیم کرده. سوالای قبلی هم من اشاره کردم، خود حکومت به این مسئله اذعان داره. یکی از این نماینده‌ها همون حسین سمسامی گفته این وضعیت بودجه باعث میشه که چیه؟ گفت که مردم جلو دولت قرار بگیرن، یعنی این سیاست ها منجر به ناآرامی میشه. این حرف نماینده مجلسشونه. خامنه ای در واقع در زمین بودجه کاملا تو بنبسته و هیچ راه برون رفتی نداره و تنها راه توقف کردن این وضعیت نابود کننده هم تغییر این رژیمه، یعنی یک تغییر سیاسی باید انجام بشه و استقرار یک حاکمیت مردمی باید به وجود بیاد. این نهایت این وضعیت بودجه است که دولت پزشکیان داره پیش میبره. بله، بسیار سپاسگزاریم از اینکه در این برنامه امروز با ما همراه بودید. خیلی ممنون. منم تشکر میکنم که این فرصت به من دادید. خیلی ممنون از شما. خواهش میکنم. بله، بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای حسین پارسا با عنوان چالش‌های بودجه 1404 دولت پزشکیان. همراه باشید در ادامه برنامه.